برز سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان همراه من سعید خاکستر با آیدی تریگر مدرس دوره تریگر پرایس اکشن با جلسه 22 تحت عنوان بررسی رفتار قیمت در سشن ها که فکر می کنم آخرین جلسه باشه که در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم دوره آموزشی رایگان سبک تریگر پرایس اکشن رو تقدیم میکنم و در این سال جدید سال 1439 هجری قمری و سال 2018 میلادی امیدوارم که زندگی شما در یک آرامش و آسایش باشه و ترقی زندگی شما مثل ترقی دلار نرخ دلار در بازار ارز با یک شیب ملایم شروع بشه و یک جهش ناگهانی در یک روز به اندازه تمام در واقع طول سال نزدیک های عید بشه انشالله سال 97 وقتی به نوروز سال 98 رسیدید یک جهش بسیار بسیار عالی رو در زندگی خودتون داشته باشید و امیدواریم که دولت محترم هم کسری بودجهشون رو با این دخالت ها جبران کرده باشند و همچنین های خارج از برنامهشون رو که باید صرف اموراتی بشه که در هیچ لایه و بودجه ردیف نداره رو بر حال تامین کرده باشند و همچنین دلارهایی که توسط قاچاق توسط رانت وارد چرخه در مملکت شده نقد شده باشه و بازار از این تلاطمی که داره و از این افسار گسیختگی نجات پیدا کنه و انشالله که منجی عالم بشریت میاد و پاشو میذاره روی این اسب سرکش و گردنشو میشکنه و فقط باید امیدوار باشیم و انسان هم به امید زنده هستش و اما برگردیم به دوره کریگر پرایس اکشن و جلسه 29 هم با بررسی رفتار قیمت در سشن ها در خدمت شما باشیم. مطابق معمول اجازه بدید ما متا تریدر رو باز کنیم و روی چارت در خدمت شما دوستان باشیم و اما وقتی بحث سشن ها پیش میاد اون چیزی که به ذهن میرسه این هستش که ما چند سشن داریم در بازار که مهم هستند و همچنین این سشن ها چه رابطه ای با هم دارند و ما بهتر هستش که در کدوم یکی از این سشن ها بیایم و وارد بازار بشیم و اصلا آیا زمان لازم رو داریم که بخوایم بیایم در اینترادی و به صورت میان روزی بر اساس نوساناتی که قیمت در سشن ها داره وارد بازار بشیم چون خیلی از دوستان شغل و حرفشون اجازه نمیده که بخوان ترید های میان روزی داشته باشن و بر اساس سشن ها بیان وارد بازار بشن اما به هر حال راهکارهایی هستش که بتونیم تصمیم بگیریم حداقل یک ترید بر اساس سشن ها رو در هر روز داشته باشیم و حالا نمیخوایم در یا دوازده ترید بر اساس کندل ها پیشنهاد بشه برای همه دوستان اما ما سعی میکنیم همه استراتژی و همه دیدگاه رو در خدمت شما باشیم و همه شما دوستان عزیز میدونید که وقتی صحبت از سشن میشه من اگه بتونم تصویر مورد نظر رو بیارم خدمت شما سه سشن مطرح توی بازار داریم بازار آسیا که با بازار توکیو و سیدنی تقریبا شناخته میشه و اوپن سیدنی و اوپن توکیو با اختلاف کوچیکی که با همدیگه دارن مد نظر هستش و سشن لندن سشن اروپا که با فرانکفورت و لندن در واقع با یک ساعت اختلاف با هم دیگه مطرح میشن و سشن آمریکا که با نیویورک و تایم نیویورک هستش هر کدوم از این سشن ها نه ساعت زمان دارند و اوپن تا کلوز هر سشن 9 ساعت طول میکشه و ما باید ببینیم که قیمت قیمت در واقع چه رفتاری رو در این سشن ها داره و رابطه این سشن ها با هم دیگه به چه صورت هستش و وقتی بر می گردیم به یک کندل روزانه در در واقع چارتمون این کندل روزانه بر اساس کدوم سشن در واقع اومده و کلوس کرده و شرمنده عذرخواهی میکنم من عذرخواهی میکنم و بر حال ببخشید باید موبایل ها و گوشی در واقع در دسترس باشه دوستان کار دارن تماس می و این بار هم قرعه این زنگ به اسم دانشگاه عتیق اصفهان افتاد که میخواستن هماهنگ کنم ببینم من پنجشنبه به جمعه این هفته در خدمت دوستان هستم یا خیر که انشالله سعادت باشه دوستای اصفهانی رو پنجشنبه و جمعه در اصفهان زیارت کنیم و اما رشته کلام از دستمون در رفت دوباره شروع میکنیم و این بار میایم این مبحثی که در واقع اینجا بودش کات میکنیم یه کوچولو میایم توی سایت معرفی سایت فارکس دات تایم کانورتور اگه اشتباه نکنم دات کام که میاد و ساعت های مربوط به هر در واقع سشن رو مشخص میکنه و شما میتونید مطابق با هر بازی زمانی که خواستید مطابق با در واقع بازی یورو GMT در واقع و حالا ایران، آفریقا، آمریکا روی هر در واقع بازی زمانی که تمایل داشتید میتونید بر اساس تایم بروکرتون ببینید که با کدوم یکی از این زمان کشورها با همدیگه همخانی داره و بیایید مشخص کنید بر حال داشته باشید الان در حال حاضر بازار فرانکفورت ساعت ده و نیم به وقت ایران باز شده و تا ساعت شش و نیم بعد از ظهر بازار باز هستش بازار لندن هم ساعت ده باز شده الان ساعت دوزده و چهار دقیقه هستش و ساعت هفت و سی هم بسته میشه ایندیکیتور های زیادی هم توی بازار هستش میتونید سرچ کنید ایندیکیتور ها رو در واقع داشته باشید و روی چارتتون بندازید ساعت ها رو ببینید سشن ها رو ببینید و تا اینکه بر حال عادت کنید که هر سشنی در چه بازی زمانی البته باید ساعت این به صورت اتومات ساعت زمستان و تابستانه رو میاد و لحاظ میکنه و اگه به صورت دستی و خودتون این کارو میکنید حواستون به چند تا تغییر ساعت باید باشه یه دونه تغییر ساعت ایران هستش یه دونه تغییر ساعت اروپا هستش و یه دونه هم تغییر ساعت آمریکا تغییر ساعت اروپا و آمریکا یک هفته با همدیگه پس و پیش اختلاف دارن البته بروکرها هم میان و ایمیل های تغییر ساعت ها رو اعلام میکنن و نیویورک هم ساعت چهار و سی دقیقه باز میشه تا دوازده و نیمه تقریبا میشه گفتش که دیگه حالا بامداد هستش بامداد فردا یا نصف شب هر پنج دقیقه هم که رفرش میشه این حرکت برای اون قضیه بود بازار سیدنی ساعت ده و نیم کلوز کرد و بازار توکیو هم ساعت 11 و نیم کلوز کرد یه اوورلب یک ساعته با فرانکفورت تقریبا داره اینجا هم با همدیگه تغییر ساعتی یک ساعته و بر حال این سایت هستش میتونید همیشه داشته باشید و اما اینکه بریم سر وقت همپوشانی و اینکه اگه بخوایم بیایم و ترید کنیم باید چه دیدگاهی داشته باشیم اولین موضوع این هستش که اگر شما میاید و بر اساس سشن به فرض ژاپن و سشن آسیا ترید می کنید بنابراین باید همین اول و ابتدای داستان ارز کنیم که این کندل ها اصلا به درد شما نمیخوره و این کندل های نیستش که شما میخواهید بر اساس اون تصمیم گیری کنید بنابراین تایم فریم رو زیر سوال میبریم و این کندل ها هم همچنین نقض میشه و این کندل کندلی نیستش که شما بخواید بر اساس اون برای ارزهایی به فرض مثال مثل حالا بیایم یه ارزی رو پیدا کنیم که دو طرفش آسیا باشه مثلا استرالیا یه این ارز این ارز این کندل ها دیگه برای شما کارایی نداره و نه اینکه نمیشه باش ترید کرد میشه باش ترید کرد اما بهتر هستش که اگه میخواید بر اساس سشن آسیا ترید کنید باید کندل های مربوط به سشن آسیا رو داشته باشید و این که حالا چه کندل در ادامه بهش میرسید یه موضوع دیگه همینجا حالا تا جلوی چشممون هستش اشاره کنید برای دوستایی که به صورت کلاسیک ترید میکنن سه کندل در یک راستا و یک کندل فرفره که تقریبا میشه گفتش که 80 درصد شدو هستش و طول کندل هم 50 خورده 80 پپ 864 تا تقریبا میشه گفتش که یک مستر کندل و کلوز کندلی که اومده زیر لوش بسته شده یک پیوت داریم پیووتی که سطح FTC داره و سطح FTC که قیمت میاد و بهش میرسه بریم توی تایم تریگرش و یک ریترنی داریم ریترنی که آخرین کندل اوپن و کلوزش این هم اوپن و این هم کلوز کندل منشه حرکتمون بازار اومده بهش رسیده واکنش نشون داده و به صورت سی پی اومده و حالا الا آخر و حتی اگه اون دوستایی هم که یه وقتی روی این گره میان ترید پرایسی انجام میدن بر حال یک استاب دارن و گفتیم اگر مطابق با تمام شرایط اومدیم و وارد بازار شدیم البته اینجا چون به صورت سی پی داره بازار وارد میشه یک محکوس دو مکوس و سه محکوس باید زده بشه تا تصمیم گیری بشه که اومده استاب هانتر هم کرده در تایم های دبل تریگر و اما متفرقه کمتر صحبت کنیم و برسیم به بحث سشن ها یه موضوعی توی بحث سشن ها هستش خیلی از دوستان فکر میکنن که چون حالا هم استرالیا هم ین جفتشون توی سشن آسیا هستن به فرض مثال دیگه این ارز در سشن های دیگه نباید نوسان داشته باشه اینطوری نیست اما بیشترین نوسانش رو در سشن خودش داره شما باید سرچ کنید پیدا کنید که هر جف ارزی در کدوم یکی از این بازه ها ساعت ها و سشن ها بیشترین نوسان رو داره سعی کنید در زمان هایی که قیمت نوسان کم داره بتونید در اون ساید بودن بازار مسیر رو مشخص کنید و در زمانی که بازار جزء میاد اون بازارش باز میشه و ارز مربوط به اون سشن هستش اونجا ترید کنید نه اینکه اینجوری نیست مثلا شما ساعت دو نیم سه نصف شب بیدار بشید که من میخوام AUD ین رو ترید کنم و میبینید که در ساعت های دیگه هم نوسان در واقع مربوط به خودش رو داره و تقریبا میشه که اون قضیه منتفی هستش و اما همین ساعت ها رو من با اجازه شما یه سرچی از قبل انجام دادم سایت مربوط به بروکر دوکاسکوپی هستش و از اون بروکر هایی که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل و متاسفانه با ایرانی ها کار نمیکنه این گراف رو در واقع و این تصویر رو اکثر دوستان دارن میتونن وارد سایتش بشن و دانلود کنن و خود سیستم رو داشته باشن اونجا اون اینجا به صورت در واقع نیم ساعت نداره و توی سایت اصلی که شما نیم ساعت رو باید داشته باشید فکر می کنم پولی باشه دقیقا نمیدونم قبلا پولی بود الان باید برید بررسی کنید اما همونطور که میبینید رنگ زرد برای یه بازار توکیو و این آبی هم برای سیدنی استرالیا رس ساعتی که در واقع شروع میشه حرکت بازار و امتدادش میاد تا ساعت 6 این به وقت لندن به وقت در واقع جی تی هستش رس ساعت 8 بازار لندن شروع به کار میکنه فرانکفورت اینجا نداره که از ساعت هفت هستش و خیلی از علما اعتقاد دارند زمانی که همپوشانی بین بازار لندن و بازار آمریکا رو داریم یعنی بین ساعت 13 به وقت لندن تا ساعت تقریبا 17 به وقت لندن بهترین زمان هستش برای ترید کردن البته این بستگی داره به استراتژی شما به هیچ عنوان نمیشه گفتش که بهترین زمان برای ترید کردن هستش اما بیشترین نوسانات و بیشترین حرکت رو قیمت در این سشن داره اما ما برای شروع اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که باید بدونیم هر بازاری هیچ فرقی نمیکنه چه در بورسمون چه در آتیمون چه در بر حال بازار ارزمون همه اینها سه قسمت دارن یعنی شما این نه ساعتی که در اختیار دارید برای سشن لندن سه ساعتش مربوط به مزنگیری هستش و خریدارها و فروشنده ها میان همدیگر رو میسنجند و بازار تقریبا میشه گفتش که در حالت ساید قرار داره و البته ساید یا به صورت حالا تمایل به سود تمایل به نزور که قبلا در موردش صحبت کردیم و یک سوم میانی زمان ورود به بازار هستش و ترید ها در واقع انجام میشه مسیر تقریبا مشخص میشه و یک سوم پایانی در هر سشنی برای تصویه هستش و حالا موضوع اصلی این هستش که شما به فرض مثال در سشن لندن هستید و یک دو سه از یک سوم پایانی که به موقع تصویه کردن و خروج تریدرهای در واقع میان روزی توی سشن لندن هستن همزمان میشه با یک سوم ابتدایی نیویورک یعنی مزنگیری نیویورک و بعضی وقتها مزنگیری نیویورک و خروج تریدرهای لندن با همدیگه میاد یکی میشه و بازار خودش مسیر پیدا میکنه بعضی وقتها این دوتا در خلاف همدیگه هستن و بازار سایت میشه و به هر حال اینا رو یواش یواش توی چارت بهش میرسیم و در موردشون صحبت میکنیم و این زمانی که در واقع انتهای سشن لندن هستش اکثر اوقات بازار یک حرکت معکوسی داره و این حرکت معکوس خودش تقریبا فکر می کنم دوربر ساعت 8 و نیم 9 ما بشه و بازار حرکتی که کرده یک ریتریس داره و این ریتریس میاد و میرسه به خروج تریدرهای میان روزی نیویورک که حالا اون بر معکوس بودن در جهت این دیدگاه باشه یا عکس این دیدگاه باشه حرکت هایی که در واقع طول حرکت و ای حرکت برای ما خیلی مهم میشه که بازار در کدوم سن و به چند اندازه حرکت کرده و بیشترین تمرکز ما در, ا... در واقع روی این دوتا سشن هستش و ا... زیاد با سشن توکیو و سشن لندن کاری نداریم اما اون دوستایی که میخوان ترید داشته باشن برای اونها هم حتما میگیم که چیکار کنن و اما برای ترید کردن در هر سشنی احتیاج به چه کندلی داریم بریم داخل چارت و با هم دیگه ببینیم و اما چارت با اجازه بریم روی جفت ارز یورو یو و در جفرز یوریسی تایم فریم یک ساعته من یکی از این ایندیکیتور هایی که سشن ها رو در واقع مشخص میکنن انداختم روی چارت تا راحت تر بتونیم در موردش صحبت کنیم همونطور که میبینید این رنگ سبز یک بازه نه ساعته برای سشن ژاپن و رنگ بعدی برای سشن اروپا که همپوشانی سشن اروپا و سشن آمریکا که با یه رنگ من اینو این آبی میبینم یکی قرمز و اگه دیدید که یک مردی رنگ ها رو بشناسه مطمئنا به شک کنید که یک مشاور بسیار بسیار قوی پشت پرده داره و چون طیف رنگ ها رو معمولا بسیار ریز خانم ها میشناسن و ما هم ادای مردا رو در میاریم میگیم که رنگ ها رو نمیشناسیم و اما بگذریم خب یک سه کندل اول کندلی که جزء کندل های ارز کردیم مزنگیری بازار هستش و همونطور که میبینید این مزنگیری تحت تاثیر حرکت سعودی در واقع سشن های قبل بوده که حالت ریتریس داشته یا سه کندل سشن همین سشن در واقع در روز قبلی میبینید که مزنه به نوعی ریتریس و اصلاح و خروجی که در حرکت نزولی قبل بوده رو به همراه داره و خیلی از دوستان مطابق با همین استراتژی میان و وارد بازار میشن سعی میکنن این ریتریس و این اصلاح رو بگیرن و بازاری که بعد از یک حرکت به نوعی چون سشن آسیا از نظر ایتیاری کمترین بازه حرکتی رو در واقع رنج حرکتی رو به خودش اختصاص میده حرکت اصلیش انجام شده بعد میره توی حالت ساید و این حرکت ها و ساید بودن ها به صورت پریودی تغییر میکنن همیشه ثابت نیستن چون تحت تاثیر همدیگه دیگه هستن و چون ما توی بازار سشن آ... این آغازادی آسیا ترید نداریم مثال اصلیمون رو سعی میکنیم با حالا مقدمه چینی که داریم انجام میدیم ببریم به سمت بازار لندن و یا بازار آمریکا و در مورد دو تا سشنی که بیشترین نوسان رو در واقع دارن و بیشترین تمرکز ما و وقت آزاد ما در واقع روی این سشن ها هستش کارمند باشیم کارگر باشیم بازاری باشیم نمیدونم هر شغلی بر حال داشته باشیم معمولا بعد از ظهرها ساعت چهار نیم پنج خودمون رو میتونیم به چارت برسونیم برای ترید های میان روزی حتی دوستایی که این موقعیت رو در واقع در اختیار ندارند هم میتونن از سیستم اوردر گذاری استفاده کنن بر حال یک استراتژی به نظر ما استراتژی قوی هستش که میتونه سودهای خوبی رو نصیب دوستان کنه از جمله اگه دیده باشید من یورو یو اس دیگه هم فکر میکنم این گوشه ها دارم یورو یو دوستایی که در واقع با ما هستن استراتژی که یک استیتمنتی که در واقع بررسی کردیم رو در جریانش هستن رس ساعت هفت به وقت بروکرمون البته و کندل سعودی کندل بعدی در راستای کندل سعودی قبل سعود کندل بعدی سعود کندل بعدی سعود و کندل بعد سعودی که در واقع میاد و حالا مطابقه با تارگت هایی که داریم یک صعود تقریبا نصف و نیمه که میشه گفت به تارگت نرسیده و کندل بعدی مطابقه با این شدویی که اینجا داریم باید کندل سعودی در واقع باشه که میاد و استاپ میخوره کندل نزولی نزولی که انجام میشه و شدویی که داره باید نزول باشه کندل بعدی که استاب میخوره کندل بعد سعود کندل بعدی مطابقه با این کندل سعود کندل بعدی سعود و همه حالا کندل هایی که در واقع استراتژی که تست شده به ریز و مطابق با سشن ها هستش و حرکت سشن ها حتی عرض کردم اون دوستایی که وقت این کار رو ندارند هم نگرانی خاصی وجود نداره انشالله میرسیم و سعی میکنیم که من برگردم به یورو خودمون و سشن ها عرض من در اون قسمتی که تلفن زنگ زد و نیمه کار باقی موند این بودش که شما نمیتونید بیاید و به این کندل های دیلی استناد کنید مگر اینکه تریدی که دارید انجام میدید بر اساس کندل ها و سشن های مربوط به همین کندلها ها باشه بنابراین در اولین گام میایم تصمیم میگیریم که ما میخوایم توی کدوم یکی از سشن ها وارد بازار بشیم و بهترین زمان برای ورود به بازار در یک سشن اوپن اون سشنه یعنی ما سه تا سشنی که داریم سشن آسیا و سشن آسیا بعدی سشن اروپا و بعدی سشن آمریکا و اگه قرار باشه ما بر اساس سشن لندن و سشن اروپا بیایم اوپن سشن اروپا بیایم وارد بازار بشیم بهترین حالت این هستش که از کندل در واقع بازار قبلیش یعنی بازار بازاری که در آینده میخواد باز بشه بیایم استفاده کنیم یعنی از کلوز کلوز بازار آمریکا استفاده می کنیم. همین کندل تقریبا برای ورود در سشن لندن و اگه دوستی قرار باشه بیاد و در سشن آمریکا وارد بازار بشه یعنی تقریبا یه چیزی همون حلوش ساعت چار خورده ای توی این محدوده ها ببخشید این در دیلی هستش برم یک ساعته و توی این محدوده ها بخواد بیاد وارد بازار بشه بنابراین کندلی که در اختیارمون هستش حالا بر اساس اکثر بروکرها هم که تقریبا کندل های نزدیک به هم دارن بروکر هایی که ما ایرانیا داریم باشون کار میکنیم و اگه قرار باشه توی این بازه بیاید وارد بازار بشید بنابراین شما باید بیاید از کلوز کلوز این یک کلوز و کلوز بعدی سشنی که در واقع وجود داشته تقریبا تو این محدوده ها یعنی کندلی که باید بیاید باهاش تصمیم بگیرید این کندل میشه رنگش هم تیره کنیم کامل ببینیم این کندلی میشه که شما باید بیاید بر اساس این کندل تصمیم بگیرید بر اساس این کندل تصمیم بگیرید که در اوپن سشن آمریکا وارد بازار بشید پس بنابراین کندلی که شما در اختیار دارید کندلی نیستش که حالا اینجا تقریبا یکی شده اما اون کندلی نیستش که شما دارید در متاتریدرتون میبینید و به همین صورت اگر شما میایید و در سشن من یه تصویری اینجا داشتم روی همین تصویر اگه شما بر اساس اوپن لندن میخواید بیاید وارد بازار بشید بنابراین احتیاج دارید به کندلی که کلوز کلوز آمریکا هستش اگر در اوپن آمریکا میخواید بیاید وارد بازار بشید احتیاج به کندلی دارید که کلوز کلوز ژاپن رو نشون بده و سشن اشتباه نگیرید ما سشن ژاپن رو دیگه باش کاری نداریم کلوز کلوز ژاپن و دوستایی که میخوان سهرخیز باشن تا کام روا شون ساعت تقریبا مثلا سه سه و نیم این محدوده بیان و ترید کنن بر اساس اینترادی اون موقع احتیاج دارن به کندلی که کلوز کلوز لندن رو نشون میده و این کندل میشه کندل مبنا و در ادامه در واقع میرسیم به این که حالا کندل رو داریم اون رنج حرکتی کندل رو داریم حالا چجوری بخوایم بیایم و با این کندل وارد بازار بشیم من با عرض شما اگر اشکال نداشته باشه این خط خطوط ها رو این ایندیکیتور سشن رو دلیت کنم و ایندیکیتور مربوط به باکس دیلی رو هم خوب داشته باشیم توی تایم خودمون این خط خطوط اضافه رو هم پاک کنم بریم توی کندلی که تقریبا داره به ما سشن یعنی در واقع کلوز کلوز آمریکا رو نشون میده با کلوز کلوز آمریکا میایم و تصمیم میگیریم که در اوپن لندن در چه محدوده هایی وارد بشیم و اگه قرار باشه در سشن آمریکا بیام وارد بشیم حالا انشالله اونجا هم رفتاری که در واقع بازار در رو با هم دیگه بررسی میکنیم اما نگاه کنیم به استراتژی که میخوایم در ادامه کار داشته باشیم اولین کاری که انجام میدیم من یه کوچولو بیام چارت رو ریستر کنم که کندل های بیشتری رو در واقع بتونیم ببینیم این هستش که طول حرکت و ATR کندل رو میایم اندازه گیری میکنیم ببینیم که حرکتی که در روز قبل انجام داده مثلا همین حرکت چه درصدی از ای رو پر کرده میبینید که ATR دیلیمون 76 تا و حرکت هم 76 تا تقریبا حالا زیاد خودمون اذیت نکنیم تقریبا 76 هفته, هفته هستش پس یک کندل استاندارد شکل گرفته کندل استانداردی که رنگ سعود مطابق با این دیدگاه و مطابق با این استراتژی ما وظیفه داریم که در محدوده از رنج 50 درصد این کندل دنبال یک گره معاملاتی بگردیم برای ورود به بازار در سشن لندن و هر چقدر طول این حرکت بیشتر باشه اون موقع ما باکسی که در واقع داریم و شیفت میدیم میرسیم بهش و هر در واقع شیفت به سمت ورود و اگه این رنج کوچیک باشه اون موقع به سمت در واقع انتهایی حرکت این کندل اون باکس و اون رنجمون رو میایم به در گری که در واقع میخوام دنبالش بگردیم شیفت پیدا میکنه نزدیکتر یا دورتر میشه که دونه دونه همه این مثال ها رو با هم دیگه خواهیم داشت اما نکته بعدی در مورد استراتژی که در خدمت شما هستیم و در واقع بررسی حرکت قیمت در سشن ها ما یکی از سشن ها رو انتخاب کردیم که ترید در ساعت دهونیم در واقع الان 11:30 میشه برای وقت بهار و تابستان 11:30 به وقت ایران و استناد به کندل کلوز کلوز بازار آمریکا و به هر حال این کلوز کلوز و کندلی که ارز کردیم یکی از نواهی همون خیرالامور امور ها و پنجا درصد هستش اما یک محدوده داریم یک بازه و رنج در واقع حرکتی داریم که در اون رنج میایم و تصمیم میگیریم که بخوایم اردر ست کنیم یا حالا با تریگر به صورت کلاسیک وارد بشیم ای تیار تایم یک ساعته ما سیزده پپ از راه های دیگه هم میتونیم به این رنج رو به دست بیاریم یکی از اون راه ها استفاده از مرکز سقل مسلس هستش و شما برای کلوز کلوز و کندلی که در واقع در اختیار دارید فرق نمیکنه چه این سمت یا سمت مخالف مثلا این سمت میاید و مثلث مربوطه رو ترسیم میکنید اینا همه بهانه هستش و خیلی راحت با یه فیبا هم میتونید به دست بیارید اون چیزی که مهمه یک خطی رو از ابتدا به مرکز سغل مثلث ترسیم میکنید و امتداد میدید قطری که در واقع با این خط میاد و قطع میشه تقریبا 50 درصد هستش و بازه مورد نظرمون از مرکز سغل مسلس تا 50 درصد یا همین در واقع تقاطعی که اینجا هستش و بعدا به نسبت طول حرکتی که در واقع وجود داره ما میایم این باکس رو من رنگشم میایم این باکس رو تغییر میدیم یا شیفت میدیم به ازای هر 20 درصدی که طول حرکت بیشتر باشه این باکس به سمت نقطه ورود پیش میره و به ازای هر 20 درصدی که کمتر باشه و رنج باشه بازار دورتر میشه و به سمت انتهایی میاد یعنی اگه به فرض مثال شما اینجا یه حرکتی داشته باشید که حالا تقریبا چون رنگش هم رنج ازش استفاده کنیم 50 تا 70 تا اگه 100 تا باشه 20 پپ و اگه 75 تا حالا هستش 76 تا دیگه اون 20 درصد هم کاری به کارش نداریم یه چیز هول و هوشه یک و نیم برابر در واقع باید شیفت بشه یعنی شما میایید و مسلسی که در واقع داشتید رو اینجا ترسیم کرده بودید و این هم باکستون از مرکز سقل تا تقریبا 50 درصد برای ورود چون ما در واقع کندل این کندل یه کندل سایده میخوایم بر نسبت در واقع کندل لانگ قبلی تصمیم بگیریم که وارد بازار بشیم میایم و یک و نیم برابر تقریبا دو برابر اینو شیفت میدیم یکی اینجا و دومی هم این ناحیه در اصل این دوتا دلیت میشن و باکسی که داریم و میخوایم تصمیم بگیریم برای ورود به پوزیشن سل این ناحیه میشه که مطمئنا وقتی وارد بازار میشیم حرکت انجام نشده و بازار میاد سطحمون رو استاپ هانتر میکنه و گره اصلی که در واقع توی این ناحیه بوده میبینه و ادامه ریزش خب میشه استاپ و در روز بعدی مجددا باز همین تکنیک و توی این سطح و یه محدودی تقریبا 13 پپی البته این با این روش تقریبا 10 پپ حالا شده و این باکسی هستش که شما انتظار دارید بازار بیاد بهش برسه به شما سیگنال بده میخواید اوردر ست کنید و این اوردری که دارید ست میکنید بیاید و استاپلاس کلاسیک بالای های در نظر بگیرید یا اینکه صبر کنید تریگر لاین ترسیم کنید تریگر لاین شما برکوت بشه و بعد بیاید وارد بازار بشید و یا اینکه استاپلاسی هم که ست میکنید پرایسی هستش و میاد استاپلاس شما رو میزنه مجددن به شما سیگنال میده تقریبا یه پرشین گلف اینجا اتفاق افتاده یه کندل الکیو بار داریم که اومده و نقص کرده در واقع سی پی رو و مجددا برگشته زیر سطحش و این در تایم پایین یک حرکت لانگ هستش میشه محدودی ورود و مجددا یک حرکت نزولی دارید میایید محدوده رو نگاه میکنید تقریبا توی رنج حرکتی هستش و سطحی که در واقع میخواهید بیاید و وارد بازار بشید البته به طول این حرکت شما رنجی که دارید رنجتون هم تغییر میکنه تقریبا اینجا مثلا الان نوتا شد شما مجددا بیاید یه رنجی رو مشخص کنید و اون خط مربوطه رو در واقع ترسیم کنید از مرکز سقل که با 50 درصد رنجتون ببینید بیشتر میشه تا این مرکز و اون موقع گره معاملاتی که دارید توی 50 درصد این گره معاملاتی هستش میدونید که باید بیاید و طول این گره رو اندازه گیری کنید طول گره تقریبا دو برابر ایتیار این تایمه یعنی از مرکز این گره شما باید بیاد وارد بازار بشید این مرکز تقریبا با کلوز این سطح برابری میکنه ببخشید اینو باید می کلوز این سطح برابری میکنه میشه محل ورود به پوزیشن سلتون و سلی که حالا تارگت انشالله در آینده بهش میرسیم و استافی که گفتیم میتونید از هر مدل استافی که تمایل دارید من خودم سعی میکنم استاپ ها رو بر اساس کلاسیک و های لو های کندل ها در نظر بگیرم یا اینکه صبر میکنید و تریگر ورود میگیرید و وارد بازار میشید این هم میشه در واقع محل ورود بعدیتون کندل بعدی یک کندلی که در واقع دل کندل قبلی هستش این هستش به نوعی و باز هم همین کار رو باید انجام بدید تمایل در واقع به ورود سل در واقع هستش کندل قبلی سل بوده این سایده میخواید تریگر شکسته شده سل بگیرید 50 درصدش تقریبا توی این محدوده ها هستش اینایی که دارم خدمت شما عرض میکنم ورودشون تقریبا توی محدوده های ساعت ده بروکر هستش ببینید ده بروکر حمله و در ساعت بعدی این تصمیمی که اینجا گرفته بودید برای ورود توی محدوده های ده بروکر ساعت ده بروکر و هیچ فرق نمی کنه این تصمیمی که در واقع اینجا گرفتید برای ورود 5, 6, 7, 8, 9 و 10 ساعت ده که تقریبا به وقت این بروکر در پیت میشه 11 و نیم 1 ساعت و نیم اختلاف داره 11 و نیم به وقت ایران و ساعت 8 لندن هستش که میتونید تصمیم بگیرید برای ورود به بازار و همچنین این حرکت که الان اینجا هستش ساعت ده اتفاق افتاده حمله کرده به سمت ناحیه ورود و وارد بازار میشید. یک اتفاق در واقع، حالا خاص دیگه هم میتونه بیفته این که قبل از ساعت در شما الان این کندل سعودی رو دارید تمایل به سعود و میخواید بیاید وارد بازار بشید و خرید کنید و قبل از ساعت ده قیمت میاد های کندل قبل رو اگه حالا معکوس باشه لو کندل قبل رو میاد برکوت میکنه و فاصله بین در واقع قیمتی که وجود داره مثلا بیاد اینجا و این فاصله تا نقطه ورودی که شما مشخص کردید و این باکسی که در واقع مشخص کردید برای ورود تقریبا دو برابر گام حرکتی هستش گام حرکتیمون سی پپه و یه راه دیگه هم اینجا الان بگم وجود داره برای اینکه این باکس وجود به دست بیارید و سی پپ از هایتون بیاید پایین تر ببینید سی پپ از های بیاید پایین تر من خطای اضافه رو دلیت کنم از این های سی پپ بیاید پایین تر و میشه محل واکنش یکتون و یکی از در واقع اون نواهی این نواهی سی پپی که به اندازه یک گام اومدید پایین تر با سطح میانی که در واقع وجود داشته و اومده برکود کرده پول بک کرده حالا از نوع ای آر یا سی آر زده و ادامه حرکت میتونید دبل تریگر کنید برای ورود و برید مثلا توی پنج دقیقه دنبال شواهدی باشید که توی همین نواهی که اومده وارد بازار بشید و دیگه تکنیک های ورود که دست خودتون الان هم لانگ شدو داره میتونید توی 50 درصد لانگ شدو بیاید و یک بار ورود به خرید رو تست کنید یا نه چشم بسته مثلا چه میدونم این فکر میکنم نمیدونم پنج سدوم یه دقیقه, دقیقه نمیدونم f -9 رو بزنید و همینجوری اصلا بدون تارگت بدون استاپ حالا برای اینکه تست هستش و بیاید یه بای انجام بدید و این هم صدای دلنواز در واقع اوپن پوزیشن و اما این چند تا کلیتی که در واقع وجود داشت یک راه دیگی که خیلی از دوستان همیشه به خاطر اون کلیپی که توی گروه در واقع تقدیم کردیم سوال میکنن استفاده از و آرک هستش برای به دست آوردن این سطح و البته فیو آرک یه سری خوبی های دیگه هم داره اینکه به شما ضمن اینکه محدوده رو میده به شما تارگت میده به شما استاپ میده یکی از کارهایی که باید انجام بدید این هستش که های و لو کندل روز قبل برای ما مهم هستش های ما لو ما و فیبو آرک ببینید روش های زیادی هستش برای ترسیمش و اون اینکه ما روشی که ما استفاده می کنیم از ابتدای در واقع کندل به صورت قطر از در واقع این سطح پایینش به صورت قطر میریم برای های در انتهای بازه و تنظیمات خاصی هم نداره یه لول 38 ده هم دهم داره البته توی طلا نفت و نقره این یه مقدار تغییر میکنه و باید خودتون در واقع رنج رو آپدیت کنید به دست بیارید این عدد رو. و 38 ده هم دهم لول مناسبی هستش و منفی 45 درجه هم که در واقع اسکیلش هستش و همچنین دایره کامل اگه ورداریم که به صورت نیم دایره هستش و این کل تنظیماتشه این میشه یکی از فیبوآرکا دومی فیبوآرک از های در واقع شروع بازه و های به سمت انتها مرکز این در واقع بیزی هایی که با هم دیگه اومدن و اینجا تقاطع دارن به یک لحظه هنگ کردیم این مرکز و این هم سطح پیش رو باکسی که شما انتظار دارید قیمت بیاد و وارد این باکس بشه به شما پوزیشن خرید بده تارگت های شما اولین تارگت به حال این یک های هستش تا زمانی که این های شکسته نشه نمیتونیم انتظار ادامه حرکت رو داشته باشیم اولین تارگت های سعی کنید به اندازه ایتیار تایم چون یک ساعته هستیم تایم تریگرش تقریبا ایتیارش یه چهار پنج پپ نزدیکتر بیاید و بشه اولین تارگتمون که تاج شده دومین تارگت بشه این سطح و سطحی که باید بیاید تقریبا آپدیت کنید ببینید این سطح حالا چون اینجا بازار رنج بوده نگید که با هم یکی مطمئنا در همه حالت ها یکی میشه و با یک های یک لو و یا یک گری معاملاتی میتونید بیاید این سطح رو آپدیت کنید و اما یک سطحی داریم که اگه بازار بیاد ببینید این سطح میانی بیاد و این سطح رو این گلف کنه اون موقع انتظار این هستش که بازار ادامه حرکت بده به نوعی بهتر استاپ زیر این سطح باشه و اگه میخواد دیگه خیلی کلاسیک و لاتتون رو بیارید پایین استاپ زیر این ناحیه که اصلا سفارش نمیشه یک ترید یک به یک برای تارگت یک 20 بیس بپ 28 بپ و تارگت دویی که حالا میتونید بیاید و توی یه ترید اینجا انجام بدید یک ترید در مرکزی و یک ترید در سه تا ترید انجام بدید لاتاتون رو بیاید مدیریت کنید این مسائلی که همه رو از قبل در خدمت شما بودیم و صحبت کردیم اینجا هم 72 تا از ابتدا و 72 ای که تقریبا با 76 پپ یعنی یک ATR کامل حرکت رو ما این هم تقریبا 80 تا بود دیگه یعنی از اینجا تقریبا تا این سطح یک حرکت سعودی رو داشته باشیم یه در واقع پیش فرضی که به این حالت و این هم استفاده از آرک و استفاده از مسلس استفاده از 50 درصد و اینکه شما حالا این برای سشن آقازاده لندن و اون دوستایی که میان و توی بازار آمریکا در واقع به چارت میرسن خب هیچ ایراد و اشکالی نداره موضوع اصلی این هستش که بازار همیشه یه فرصت دیگه میده و یه آماری دوستان در واقع تهیه کردن ما قبلا در موردش صحبت کردیم این تصویر ببخشید اشتباه این تصویر و اینکه شما یک مبنای حرکت دارید این اوپن لندن هستش بازار یک حرکت داره توی اوپن لندن و این ای که در واقع ترسیم شده مشکی و تیک خورده اوپن آمریکا هستش معمولا رفتار قیمت به این حالت هستش که در 80 درصد موارد وقتی بازار لندن داره اوپن میکنه یک سوم پایانی همونطور که نگاه کردید یک سوم پایانی بازار اروپا هستش و اونا تو حالت تصویه هستن و بستن قسمتی از تریداشون هستن و بازار میاد یک حمله به سمت اوپن لندن داره یعنی 80 درصد موارد این اتفاق میفته شما یک برگشت دارید به سمت اوپن و 20 درصد موارد در مسیری که در واقع داره میاد امتداد حرکت داره و زمانی که شما برگشت رو به سمت اوپن لندن دارید تقریبا این محدوده ها شاید برسه به محدوده های یک سوم در واقع حرکتی که توی آمریکا داریم و وقتی این حمله انجام شد به سمت اوپن 80 درصد موارد بازار مجددا یک برگشت یک حمله دوم و در واقع امتداد حرکت قبلی رو داره و 20 درصد موارد هم میاد اوپن لندن رو میشکنه و ادامه حرکت این که حالا شما در کدوم یکی از این حالت ها میاید و ریسک در واقع ورود رو قبول میکنید دیگه با خودتون هستش اما در اکثر اوقات این اتفاق میفته که قیمت اوپن لندن قیمت میاد یک حرکت میکنه به فرض مثال توی این محدوده ها میرسه که بازار آمریکا میاد اوپن میشه در 20 درصد موارد ارز کردیم ادامه حرکت رو داره در 80 درصد موارد یک برگشت داریم یک در واقع پول بک داریم یک حمله دوم داریم حالا هر اسمی که خودتون تمایل دارید ازش استفاده کنید و در این ناحیه مجددن برگشت به سمت در واقع حرکت بازار لندن رو داریم و 20 درصد موارد رو میاد این سطح رو میشکنه و حرکت نزولی داریم اگه این اتفاق افتاد باز هم هیچ عجله‌ای وجود نداره چون در روز بعد شما یک کندل نزولی دارید که در این کندل نزولی اون موقع انتظار دارید که بازار برگرده و بیاد سطوح میانیه ببینید کندل نزولی سطوح میانیشو ببینه ریزش کنه کندل نزولی بیا سطوح میانیشو ببینه ریزش کنه کندل سعودی که در واقع به نوعی رنج بوده و بهترین در واقع ناحیه این هستش که شما همین رو هم یه مثال بزنیم سی تا یعنی انتظار میشه این که یک رنجی دارید هر این رنج و در زمانی که بازار میخواد بیاد در واقع تو روز بعد بیاد اینجا رو گفتیم بیاد توی ساعت ده بر اساس این یه دونه کندل بود اینجا ساعت ده میومد و استاب میخورد و الان میخواد بیاید ساعت ده بای کنید ساعت ده این هم ساعت ده تا شدن این رنج کندل سعودی بیاید بای کنید و اما موضوع اصلی اینه این کندل ببین قیمت در بالای سطح هستش باید بای کنید کندل هم سعودی هستش اما موضوع این که این کندل رنجه و شما این سطح رو باید فاصله در واقع بگیره ازش و تقریبا نصف هستش یعنی چهل تا حالا هشتاد تا به ازای هر پونزده پپی تقریبا یک باکس فاصله بگیریم سه تا 15 تا 45 تا یعنی سه تا فاصله باید بگیریم این یکی و این هم سه تا فاصله ای که باید بیایم و از محدود دور بشیم در اصل اینجا دیگه جای ورودمون نیستش و چون این رنج هستش این سایت هستش و به ازای هر تقریبا 20 درصدی ما باید یک فاصله در واقع نزدیک شدن اگه لانگ باشه به سمتش بیایم به سمت ورود بیایم و اگه رنج باشه و کوچیک‌تر باشه ازش دور بشیم در اصل این ناحیه ناحیه ورود هستش که توی بازار 18 تقریبا توی خروج بازار آمریکا بهش جواب داده همونجایی که گفتیم حرکت انجام بشه شروع میکنه به ریتریس و اصلاحی که در واقع اتفاق افتاده پس این موضوع رو هم در نظر داشته باشید یا مثلا به فرض مثال این کندل یک کندل 120 تایی که از 80 تا 120 تا 40 تا حالا اینجا هول و هوش سه تا باید نزدیک بشیم یعنی شما یک این زاده ها رو من وردارم بیارم اینجا این من با اون دقتی که در واقع باید انجام بشه این کار انجام نمیدم که وقت شما هم زیاد گرفته نشه و فقط لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و این میشه رنجمون رنجی که باید بیاد نزدیک بشه یعنی شما وقتی که بازار اینجا کلوز میکنه باید بیاید وارد بازار بشید و این ناحیه ناحیه ورود شما محسوب میشه همین ناحیه و همونطور که میبینید حالا این گره هم میتونید ازش کمک بگیرید ولی این اینسایدی که در واقع تشکیل شده ناحیه ورود شما اینجاست این که استاپو عرض کردم بر اساس پرایس یا بر اساس کلاسیک یا ترکیبی از اونها بخواید استفاده کنید بستگی به سیستم و استراتژی شما داره و همونطور کندل بعدی یک کندل نزولی الان میریم از یه سال قبل در میان بیرون یک کندل نزولی کندل نزولی که انتظار داریم ساعت ده به وقت بروکر یک پوزیشن سل داشته باشیم زودتر بهش رسیده محدودی که در واقع داریم 50 درصدی که در واقع هستش و اون باکسی که حالا دیگه خودتون میدونید که راحت تر به دست بیارید یا اینکه بخواید بیاید از فیبو آرک استفاده کنید از های اوپن بازه به لو و از لو به های تقریبا یه معدودی صرف پپی داره به ما میده برای ورود و بازار میاد تاچش میکنه و ادامه حرکت ریزشی و همینطور یک حرکت سعودی دارید حرکت سعودی که در این گره معاملاتی و طول حرکت رو اندازه گیری میکنید 120 تا پس باید نزدیک تر بشید بهش و میشه محدودی که باید به بای فکر کنید بای که استاپ میخوره البته مطمئنا شما در این حالتی که یک حرکت پرشین گلف دارید و یک حرکت تری درایو دارید که بازار عرض کردیم به صورت تری درایو اگه بیاد منصرف میشیم اینجاها وارد بازار نمیشید این رنجی که در واقع وجود داشته حرکت سعودی که به بای باید فکر کنیم از طرف دیگه ببینید برای روز قبل اینجا یک حرکت نزولی که باید توی این محدوده ها 50 درصد اینجا ها به سلف کنیم و ببینید دوستان یه موضوعی که هستش این استاپ نخورد این 25 به حرکت کرده یعنی یه چیز هولوش یک گام حرکتی شما حرکت داشتید یا اینکه اگه بخواید ایتیاری حساب کنید دو برابر تقریبا ایتیار تایم فریمتون شما اینجا حرکت داشتی اینجا جزء استاپلاس خورده های ما نیستش و همچنین یک حرکت سعودی در 50 درصد و رنجش حرکت سعودی الان میگه خب اگه اینجوری باشه که روز تا شب باید بشینیم و سود کنیم مطمئنا غیر از این نخواهد بود و فقط نمیدونم چرا من بلد نیستم ترید کنم و فقط بلدم حرف بزنم به خاطر این میگم که دوستان هیچ وقتی تحت هیچ شرایطی درخواست استیتمنت uh, نکنم چون ندارم درخواست حساب ریل نکنم چون ندارم و فقط بلدم صحبت کنم و امیدوارم که صحبت کردن هم صحبت کردن خوبی باشه من یه سری تصاویر هم داشتم uh, بیایم اون تصاویر اگر احیانا uh, چیزی جا مونده باشه اگر نکته ای در واقع گفته نشده باشه اگر ریزکاری هایی وجود داشته باشه که نرسیده باشیم تو این حالا یه وقتی موبایل زنگ میزنه در خونه زنگ میزنه الان برنج داره رو اجاق میسوزه و همه این مسائل باعث بشه که یه سری نکات در واقع گفته نشه ما در خدمت شما هستیم در گروه و کانالی که وجود داره و انشاالله سعی میکنیم در آینده همین صحبت هایی که در واقع با شما دوستان داشتیم رو به عنوان یه سبک به عنوان یک استراتژی خودمونم هم با شماها بیایم و تدوین یک جلسه 23می در فراچارت جای خالی مونده و سعی میکنیم در حالا تقریبا شاید یه مقدار فاصله دارتر بشه چون یه مقدار درگیری داریم با تعدادی از دوستان داریم روی ستاپ های تریدمون کار میکنیم و ستاپ های ترید رو هم اگه بزارید من اکسلش رو پیدا کنم باز کنم خب زحمت این فایل اکسل رو یکی از دوستان گروه در واقع داشتن از های عزیز و همونطور که میبینید همه اطلاعات برای ثبت یک در واقع اطلاعاتی که برای جورنال هستش از سایز رو از نقطه اینتر از پوزیشنی که سل یا بای گرفته شده از کارنسی و ارزی که ترید میکنید از تاریخش و همچنین از کلوز های یک دو سه پپی که میگیرید و سود خالصی که در واقع دارید و همچنین ستاپی که بر اساسش ترید میکنید و توضیحاتی که در واقع میتونید داشته باشید انواع ستاپ ها لیست شده ستاپ های ماهیت تریگر در واقع شکسته تریگر لاین بر اساس ماهیت در واقع سطح و پیوت ها و حالا همه استاپ هایی که در این مدت در خدمت شما بودیم الگوهای استاپ هانتری اس او چهاری و کلین و سی او و ورود بر اساس 50 درصد در واقع شدو ها نقض در شدوها ها این ساید ها انواع دبل تاپ ها و دبل باتم ها از نوع دایورجنسی مخصوصا و تشخیص شکست و رفتن به تایم تریگر و تشخیص پیووت و رفتن به تایم تریگر توی در واقع ترید بر اساس سی آر ها ای آر ها و اف آر ها و ترید بر اساس ماهیت در واقع ستو تریگر لاین های جز و ماهیت و ترید بر اساس گپ ها هیدن گپ ها پرشین گلف ها و انواع در واقع حالا ساختار های گپ ها و هیدن گپ هایی که در خدمت شما بودیم و همچنین ترید بر اساس فلگ بر اساس سی پی بر اساس تری درایور بر اساس تریپل تپس بر اساس کیو ام بر اساس اف ام فیشرمن بر اساس دیامون دبل تاپ کنکن و سایر در واقع ستاپ های دیگه ای هم که وجود داره و شما میتونید لیست کنید میتونید باید بیاید شروع کنید به ترید کردن همونطوری که عرض کردم من خودمم با شما شروع کردم و یه حساب دمو باز کردم، تستش کردم بعد یه حساب دمو بعدی، سی تا ترید، 90 تا ترید، بررسی استیتمنت و بعدا یه حساب همین الانم که در خدمت شما هستم در متا تریدر در حال تست در واقع یک استراتژی هستیم همونطور که میبینید الان میگید که تو رو خدا نگاه کنید روی دیوار کی داریم یادگاری می‌نویسیم و یه حساب 45 دلاری و ترید بر اساس همین مطلبی که الان در خدمت شما بودم و تقریبا حالا با یه مقدار جابجایی همون الان میگن که اصلا کلا استاپلاس نداره استاپلاسش خودم هستم که اینجا بالا سر تریدا ها دادم و بعضی وقت هم از اکسپرت یا الحمدلله این یه دونه داشت داش اون نرفت و از اسکریپت میتونید استفاده کنید میتونید کمک بگیرید و تریدی که تقریبا یه چیزی هول و هوش نمیدونم فکر کنم 15 16 تا ترید بشه و در این 15 16 تا ترید حساب فعلا از 45 دلار به 123 دلار رسیده و الله به اون در واقع مرز صد ترید رسید اوکی بود استیتمنت بررسی شد اون موقع شما میتونید بیاید و یه صفر جلوی این بذارید به جای 45 دلار با 450 دلار شروع کنید و در مرحله بعدی به جای 450 دلار میتونید مثلا با حالا 5000 تا شروع کنید و بیشتر اصلا لزومی نداره که بخواید بیاید سرمایه وارد بازار کنید و این هم ببندیم حال این کف دست و همیشه صاف صادق و حالا هر کسی میخواد هر حرفی بزنه میخواد هر نکته ای بهش اضافه کنه میخوان بیا فوش بدن میخوان هر کاری کنن تمام مطالبی بود که ما در اختیار داشتیم و تقدیم حضور شما عزیزان کردیم امیدواریم که هر جا هستید موفق و معید و پیروز و شاد و سربلند باشید و یه ترید بایم اینجا انجام دادیم فعلا داره بال بال میزنه و این هم حواسمون بهش هست همزمان اینور یک ناهیهی داشتیم برای سل کردن و به صورت یه نکته یه یادم در واقع افتاد که خدمت دوستان عرض کنم برای زمانهایی که دوستایی که میخوان روی پوند به فرض مثال ترید کنن در نظر داشته باشم پوند در اکثر اوقات توی بازار فرانکفورت یک حرکت داره اینجا این ساعت دهی ای که اینجا داشتیم برای لندن ساعت 9 که در واقع فرانکفورت شروع میشه من چون نیم ساعته رو ندارم توی یک روبه نگاه کنیم یک حرکتی توی نیم ساعت اول بازار فرانکفورت داره که بعد از اون در نمیتونم آمار بگم ولی بالای شاید 70 80 درصد موارد این حرکت اصلاح میشه یعنی توی بازار فرانکفورت شروع میکنه به حرکت کردن و نیم ساعت حرکت میکنه نیم ساعت بعدی برمیگرده زمانی که بازار لندن داره شروع میشه در اکثر اوقات پون سر جای خودشه این یه تکنیکی که میتونید بیاید و ازش استفاده کنید مثلا الان همین جاهایی که علامت زدیم یک حرکت نزولی که داشته برگشته و یک حرکت سعودی که داشته برگشته یک حرکت نزولی که در واقع داشته برنگشته و خب بعدی رو علامت نزدیم بیایم توی ساعت 9 ببینید در داخل خود کندل در واقع این اتفاق افتاده و توی ساعت بعدش برگشته اومده و حرکتی که کرده برگشته در اکثر اوقات توی دل خود این کندل حالا با یه تلورانس نیم ساعت یه رو این طرفتر اون طرفتر چون توی یه رو هم هستیم در نظر بگیرید وقتی این اتفاق داره میفته بازار میاد معمولا هستش که ساعت نه ببینید یک حرکت نزولی انجام داده و توی ساعت بعد در واقع برگشته توی پوند معمولا این رفتار هستش هیچ وقت استناد نکنید فقط به اینکه مثلا یکی اومده به اسم تریگر یه صحبتی کرده بیاید و چش بسته بهش استناد کنید و ترید کنید برید بررسی کنید ببینید این یکی از اون اتفاقاتی هستش که توی پوند هستش و اگه میخواید بر اساس این استراتژی که من روی یورو uh, یو در واقع در خدمت شما بودم و مثال زدم توی ارزهای دیگه ترید uh, کنید باید بیاید و uh, اون اصل در واقع رفتار و uh, ذات حرکتی اون ارز رو هم در نظر داشته باشید هول نکنید توی پوندگه هستید و حرکتی که انجام میشه معمولا برمیگرده این هم خودش به تنهایی یک استراتژی اسکلپ میتونه باشه و رفتار بعدی رو هم که در خدمت شما بودیم اگر uh, به هر نمیدونم دلیلی نکته جا مونده باشه من در گروه در خدمت شما هستم و یک ویدیو دیگه قول نمیدم اونجا جای خالی هستش توی فراچارت و اگه وقت شد در مورد تدوین در واقع تهیه ژورنال تدوین استراتژی گام به گام در واقع متناسب با وقتی که وجود داره متناسب با پولی که وجود داره در خدمت شما هستیم اگه برای دوستان تهیه کردم شاید اون رو هم بیام و شیر کنم یه فایلی الان داشتم اینجا نگاه می کردم حتما همه شما آقای بابک چابک رو میشناسید یکی از دوستانی که در خدمت جامعه تریدری هستش و به صورت رایگان خیلی از مطالب آموزشی رو تهیه کرده و در اختیار دوستان قرار داده این فایل رو هم چند روز پیش که داشتیم صحبت میکردید در مورد تهیه جورنال اومده و تهیه کرده از همون فایل در واقع توی اکسل هستش البته توی اکسل یه آنالیز دیگه هم وجود داره که شما اون داده هایی که میاید و وارد میکنید توی این سط البته اینجا فکر کنم این خب تصحیح شده و میاید داده هایی که وارد میکنید میاد برای شما آنالیز میکنه و میزان استاپلاس های شما میزان در واقع پپی که گرفتی ضرر کردید سود کردید در واقع وین ریت شما رو حساب میکنه میاد گراف شما رو در واقع در نظر میگیره از نظر استاپلاس از نظر وین ریت و حتی جایی داره که میاد و میتونید در واقع تصاویر رو بذارید و توضیحات بیشتر رو تو گروه از آقای رضای عزیز بپرسید حتما برای شما توضیحات بیشتر رو دارن و آره اینجاها جای فکر میکنم تصاویر باشد خود میتونید تصاویر در واقع تریداتون رو بذارید برای بررسی آینده و همه اینها باید انجام بشه یعنی اصلا اینطوری نیستش که یک نفر از راه برسه و حیال السلام بیاد و این هم خیر و اینجا بودیم بیاد و اونجا چه میدونم ندیده نشناخته و تمرین نکرده استراتژی نداشته ستاپ ترید نداشته و بیاد وارد معامله بشه پول بذاره خب مطمئنا ضرر میکنن و اون موقع هم دست به دامن هر کسی هم بشه دیگه نمیتونه کمک کنه باید گام به گام اگه این کار میخوای شروع کنید پیش برید و این هم روند در واقع تایم ساختار نوع ستاپی که در واقع بر اساسش ترید میکنه حجم معامله درصد ریسک به ریوارد حد ضرر حد سود در واقع اون حسی که حالا در زمان ورود داره در زمان خروج داره نتیجه حد ضرر رو چجوری تغییر داده حد سود رو کار کرده همه توضیحات و فقط اینو میتونید شما بیاید یه مدت جمع ترش کنید فایل توی گروه در واقع هستش توی آرشیو هم با آقای بابک اونجا هم شیر میکنیم دیگر بقیه دوستان هم استفاده کنن اینو جمع ترش کنید فونتو و این نتایجی که اینجا هستش بیاید و ترید ها رو در, در نظر بگیرید دو قسمت کنید ترید یک دو سه مثلا ده تا 15 تا ترید رو در یک صفحه داشته باشید که درخت های زیادی هم بریده نشه و کاغذ کمتری مصرف بشه و اما فکر میکنم که دیگه باید از خدمت همه شما دوستان عزیز خداحافظی کنیم همه شما رو به خداوند بزرگ و منان بسپاریم من به جز یک نفر ببخشید این هم داشتم ارز می کردم که من در قسمت ستینگ تلگرام که بریم و قسمت آقایانی که بلاک شدن رو بیاریم من بجز یک نفر میخواستم بگم که هیچ کسی رو در بلاگ لیست خودم ندارم و همونطور که میبینید اینا ربات هستن که بلاک شدن ربات 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 و یا حضرت عباس خب همه ربات بودن اون یک نفر رو هنوز نتونستم ببخشم و به جز اون یک شخص از دیار سرسبز الموت و بقیه همه بخشیده شدن حتی اونایی که فوش ناموس رو هم به من دادن به خاطر اینکه چرا اومدم و همه در واقع آموزش ها رو به صورت رایگان تقدیم دیگران کردم همه اون را رو هم بخشیدم و در خدمت همه دوستان هستم فقط یک موردی که هستش من تحت هیچ شرایطی به کسایی که آیدیشون رو ندارم جواب نمیدم و شرمنده همه دوستانی هستم که میان و پی ام میفرستند و فقط به پی ام دوستایی که در اد لیست من هستند پاسخ داده میشه دوستان نزدیک 3 4 هزار نفری که در گروه و کانال هستند این وقت رو داشتن که اگه تمایل داشتند در واقع من رو اد میکردن و شماره تلفن و مشخصات میدادند و من در خدمتشون بودم و در غیر این صورت شرمنده هستم پی ام نفرستی چون به هیچ عنوان به افراد ناشناس جواب داده نمیشه و امیدوارم که همیشه موفق و معید و پیروز باشید و اون یک جلسه هم عرض کردم جلسه آخر رو هم اگر این سیستمی که در خدمت شما بودیم جواب داد و به نتیجه رسیدیم مطمئنا تهیه ژورنال و همچنین طراحی پلند و طراحی استراتژی بر اساس ستاپ ها رو هم در آینده دور در خدمت شما هستیم چون فعلا ترافیک کاری داریم و شرمنده هستم که نمیتونم ادامه بدم و تا بعد نمیتونم دلم نمیاد ببینید که خداحافظی کنم اما هیچ چاری نیست و به هر حال هر شروعی یک پایانی داره و یک ساعت و ده دقیقه و سه ثانیه به